سلام، امروز قراره با هم یاد بگیریم که چجوری میشه این کاور پیج زیبا رو با استفاده از پاورپوینت ساخت. اول از همه یک اسلاید جدید درست میکنم و رنگ بکگراندش رو تغییر میدم. رنگ بکگراند رو اینجا کد رنگش رو بهتون نشون میدم که اگر خواستین بتونین ازش استفاده بکنید. بعد از بخش Insert Shapes یه مستطیل به صفحه اضافه می کنم. Outline‌اش رو بر می دارم و رنگش رو هم رنگ سفید انتخاب می کنم و کلیک راست می کنم از Edit Point استفاده می کنم. با استفاده از Edit Point می تونیم طرح دلخواهمون رو روی شکلمون ایجاد بکنیم. وقتی که روی Edit Point کلیک میکنین، نقاطی روی شکلتون ایجاد میشه که با حرکت دادن اون نقاط و با کشیدنش به زوایای مختلف شما میتونید دقیقا اون شکلی رو که میخواین، اون طرحی رو که میخواین توی صفحتون ایجاد بکنید. حالا از بخش شیپس مجدداً یه شکل دیگه انتخاب میکنم. یه مربع انتخاب میکنم که گوشهاش انحنا داره. آوتلاینش رو بر میدارم و رنگش رو هم تغییر میدم. کد رنگش رو هم با هم دیگه میتونیم ببینیم. حالا میتونم گوشه صفحه هم قرارش بدم با همون فرمتی که دوست دارم و برای کات کردن اون ناحیه هایی که از صفحه اصلیم بیرون زده یه مستطیل انتخاب میکنم از بخش شیپ. مستطیلم رو دقیقا جای قرار میدم که میخوام حذف بشه و هر دو آیتمم رو انتخاب میکنم. حالا از پیکچر فرمت مرج شیپ رو میزنم و اینجوری بخش بالایی شکل من حذف میشه. برای سمت راستش هم دقیقا همین کار رو تکرار میکنم. حالا از بخش Insert Shapes یه دایره انتخاب میکنم. میخوام دایرم رو توی صفحه بکشم، از شیفت استفاده میکنم و موس، به خاطر اینکه دایرم به هم ریخته نشه، حالت بیزی به خودش نگیره، کاملا یکسان باشه توی صفحه. آوتلاینش رو پاک میکنم و میخوام یه عکس دیگه به صفحه اضافه بکنم. عکسم و دایرم رو مرج بکنم. پس عکسم رو اضافه میکنم، سایزش رو تنظیم میکنم، میبرمش توی بکگراند. و حالا عکس و دایره رو با هم انتخاب میکنم، از شیپ فرمت مرج شیپ و اینترسکت رو میزنم. یه سایه کوچیک هم به شکلم میدم. و حالا نوبت میرسه به متنم. متنم رو اینجا مینویسم. من برای متنم از فونت بیکان استفاده کردم و بولدش کردم. یه سایه هم بهش دادم و ترانسپرنسیش رو هم کم کردم به خاطر اینکه متنم برجسته تر دیده بشه.
به همین راحتی تونستیم صفحه اول پاورپوینتمون رو با هم دیگه بسازیم. امیدوارم که این ویدیو براتون کاربردی باشه و به دردتون بخوره. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین، لایک و کامنت رو فراموش نکنید. اگه توی پاورپوینت نکته خاصی دارید که دوست دارید یادش بگیرید، حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. براتون ویدیوش رو آماده میکنیم. معرفی این ویدیو به دوستانتون و لایک و کامنت هاتون باعث حمایت از گروه ما میشه. ممنون که تا آخرین ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که امروز هم یک گام به هدفی که داشتید نزدیکتر شده باشید.